با سلام خدمت شما مسعود عزیز و سه خواهر دلاورم و با سلام و درود به شیر همیشه بیدار که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش و مهر تابان و آزادی خواهر مریم و با سلام به همه بچه های اشرف سه و اوبه و همه مجاهدین در سراسر ایران و جهان و همچنین با سلام به سربداران کانون های شورشی. نکته ای راجع به سیمای آزادی که فیلواقع صدای قهرمانان در زنجیر و مردم و به جان آمده از ستم رژیم و آخوندی می باشد را می خواستم بگویم. در ملع کاری که دارم و با افراد مختلف هر روز صحبت می کنم و عمدتا افرادی هستن که قول خودشون بی خط هستن می گویم اگر بخواهیم اخبار درست و دقیق را بشنویم تنها به سیمای آزادی نگاه کنیم. یعنی میخواهم بگویم که تقریبا با هر کسی که تماس دارم مشخصا میگویم که سیما را میبینند تا از اخبار داخل به طور صحیح و دقیق در جریان قرار بگیرند. البته صحبت در مورد سیما خیلی زیاده که همه بچه هایی که تماس گرفتن صحبت ها رو گفتن و به خاطر کمبود وقت دیگه من صحبت را در رابطه کوتاه میکنم. در خاتمه صحبت‌هایم اشاره می‌کنم که ماه نوامبر جان مصادف با چهارمین سالگرد پرواز پهلوان اشرفی یعقوب ترابی و بیاد این مجاهد صدیق و همه شهدای راه آزادی ایران زمین مخصوصا همشهریان بهمن و زنجان مبلغ $1,500 که تحفه ناچیزی است برگ ناچیز تحفه درویش تقدیر و حضور تو می کنم. همچنین یکی از یاران مقاومت رضا جلدی به من مسئولیت داد که مبلغ $200 از طرف او اعلام کنم. و یک نکته دیگه من از شما میخواستم بگم اینه که من خودم فی الواقع بخوام دقیق بگم 7 ساعت تلفن به دست وایستاده بودم که ارتباطم برقرار بشه. حالا اگه امکان داره این برنامه همیاری رو که در حقیقت یک کنگره ملی می باشه تمدید کنید تا همه مردم بیان حرفاش رو بزنن و به کوری چشم دشمن دلشون رو به حرفاش رو زده باشه. قربان شما به همه سلام برسونید. خدا حافظ شما اگه کاری ندارد. درود بر مسعود عزیز. خیلی خوشحال شدم صدا تو شنیدم. واقعا چه زیبا و به جا یاد کردی از پهلوان یعقوب، آن مجاهد دلیر که یادش گرامی باد و یادش همیشه در قلب‌های یارانش حضور داره و هست. تشکر از تو و دوستمون رضا که در این همیاری شرکت کردید.